مگه بادکنک‌های هلیومی چطور آتیش گرفتن و شما باید چیکار بکنید که توی جشن تولداتون این اتفاق واسهتون نیفته؟ توی این ویدیو درباره این موضوع هم با هم دیگه حرف می‌زنیم. سلام بچه‌ها، چطور؟ دیشب حوالی ساعت 8 خبر اومد که توی شهرک مریم توی شهریار یه کافه آتیش گرفته و علتش هم تا به الان گفتن که آتیش گرفتن گاز هلیوم توی بادکنک‌ها بوده، یعنی بادکنک‌های هلیومی که توی جشن تولد داشتن استفاده می‌کردن آتیش گرفته و باعث این اتفاق شده که توی این اتفاق صاحب کافه به همراه همسرشون و دو تا از پسراشون فوت شدن متاسفانه و 4 نفر دیگه هم فوت شدن که جمعا میشن 8 نفر طبق این آماری که تا الان منتشر کردن. حادثه کلا الان جمع شده و دیگه هیچ خبری توی اون محل نیست. موقعیت مکانی کافه رستوران هم طوری بوده که چند تا پله میخورده و میرفته پایین توی زیرزمین بوده. وقتی که این اتفاق میفته اکثر کسایی که فوت شده بودن ظاهرا بر اثر گاز گرفتگی بوده و آثار سوختگی روی بدنشون کم بوده. خودمون توی این ویدیو میخوایم بیشتر درباره این موضوع حرف بزنیم که چطور هلیوم توی بادکنک باعث شده که آتیش بگیره و این اتفاق توی جشن تولد بیفته و خودمون چیکار بکنیم که این اتفاق برامون نیفته، چون اکثرا توی جشن تولد ها از بادکنک‌های هلیومی استفاده میکنن واسه خوشگلیش. باید بهتون میگم که بادکنک‌های هلیومی اصلا آتیش نمیگیرن، ولی خب وقتی ببرشون نزدیک آتیش یا یه شمع با صدای بلند منفجر میشن، اما آتیش نمیگیرن. خارج از لطف نیست که این آزمایش هم درباره آتش‌زا نبودن گاز هلیوم ببینید. حالا چی میشه که برخی از بادکنک‌هایی که گاز هلیوم داخلشونه آتیش میگیرن؟ در واقع اونا هلیوم خالص نیست و تولید کننده های اون گاز هلیوم یا فروشنده های وسایل تم تولد میان هیدروژن رو با هلیوم قاطی میکنن و اینا از نظر ظاهری اصلا نمیشه جداشون کرد و معلوم نمیشه کدوم هیدروژنه و کدوم هلیومه. با تفاوتی که هیدروژن برخلاف هلیوم به شدت آتش‌زا و خطرناکه و واسه همینه که برخی از بادکنک‌های هلیومی آتیش میگیرن. در واقع خیلی از تولید کننده ها میان سلامتی افراد رو به خطر میندازن واسه اینکه سود بیشتری بگیرن و شما باید مراقب این موضوع باشید که گازی که دارید میخرید یا بادکنکی که دارید میخرید مطمئن باشید که فقط گاز هلیوم داخلش باشه. خب دوستان، مرسی که توی این ویدیو با من همراه بودید. مراقب خودتون باشید، مراقب وسایلی که توی جشن‌ها و توی تولداتون میخواید استفاده کنید باشید، از جای معتبر بگیرید تا باعث نشه که جشنتون به عزا تبدیل بشه. خیلی مراقب خودتون باشید. توی ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ.